در ادامه برنامه صبح جهان هستیم و خوشبختانه که در بخش دیگر از برنامه قرار داریم و در رابطه با موفقیت امروز امرای ریاض الحق سلیمی هستیم که خوشبختانه در استودیو کنار ما هست. ایشان خوش آمدید میگیم. سلام صبحتان رو خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام با شما، سلام با بینندگانتون. خیلی خوشحال هستم که برنامه تون تشریف دارم. تشکر. ما هم خوشحال هستیم که امروز شما را با خود داریم. آقای سلیمی، چقدر خوب است موضوعی را که انتخاب کردین، موفقیت. از در رابطه با موفقیت در آغاز تعریف بکنید. موفقیت خیلی خوب، شاید با اکثر ما شما اتفاق افتاده باشد. وقتی در یک بخشی از زندگی ما به اهداف ما میرسیم، یک حس در وجود ما ایجاد میشه که این حس عبارت از موفقیت است. اینا اگر بخوایم موفقیت را تعریف کنیم، موفقیت عبارت از احساس درونی است که وقتی افراد پس از اینکه به موفقیت به اهداف خود میرسن، این حس درک میکنن. بله عالی است. و چقدر خوب است در رابطه با اینکه دانش چقدر رول داره بالای اینکه ما موفق شویم، از این هم یادآور شویم. خیلی خوب، در سالهای اخیر که این یک آزمایش در پانتون هاروارد امریکا انجام شد، در اوجه نشان داد، این موضوع موفقیت بود، نشان داد که دانش میتونه 5% دانش میتونه ما را برای موفق شدن کمک کنه، 10% هم مهارت هایی که ما داریم، مثلا زبان یاد میگیریم دیگه مهارت ها، یعنی خوب گپ میزنیم، این هم یک مهارت است، و 85% دیگه افکار ما، شخصیت ما، شما ما را کمک میکنه که به موفقیت برسیم. بله عالی است. و موفقیت میشه گفت که چند بود داره؟ خیلی خوب، موفقیت دو بود داره، بود فردی، بود سازمانی. بود فردی چی است؟ که خود شخص تلاش میکنه در مکتب اول نمره شود، در پانتون اول نمره شود، تو که بالا رفته میره. اما بود سازمانی چی است؟ که چند نفر یک جوی میشن به یک سازمان کار میکنه. مثلا شما با تلویزیون جهان کار میکنید، چند نفر یک جوی شدین کار میکنید، یعنی او افتخار به سازمان میشه دیگه. دو بود داره. بخاطر رسیدن به موفقیت همواره اگر شنیده باشیم میگن فامیل و دوستا خیلی رول اساسی را بازی میکنن. به نظر شما چقدر، اگر به فیصدی بگوییم، چند فیصد از رول موفق شدن در زندگی ما را فامیل یا همیشه گفت دوستای ما بازی میکنن؟ طبعا که فامیل و دوستا خیلی رول دارن که ما شما موفق شویم. اما متاسفانه بگوییم امروزه روز این بچه دوست داره میخواد دکتر شود، اما فامیل میگه پدر دوست داره دکتر شه، اما پدر میگه من انجینری دوست دارم، یا چیزی دیگر دوست دارم، یا بچه میخواد، یک دختر است میخواد ژورنالیسم بخواند، اما مادرش اجازه، فامیل اجازه نمیدن که ایش شوه. این انگیزه ای که داره ای او از بین میره، میکشن عزت نفسش، میکشن باورهایش، میکشن ایده رایی میکنن، امو روانش میکنن و جایی که دوست نداره. مثلا میگه تو بخون، یک بخش دیگه ای را برش پیشنهاد میکنن. خواهش ما از پدرای عزیزی است که از فامیلای عزیزی است که فرزندتان چیزی را که دوست داره بگذارش که به طرف امو بره، چون اگه چیزی را که دوست نداره به او روانش کنیم، اجباری چیزی را براش تحمیل کنیم، او باعث میشه که او نه پیشرفتی کنه نه ترقی کنه. و آمدیم بالای دوستا، دوستام خیلی رول دارن که متاسفانه دوستا امروزه رو سگه فردی بیا با دوستای خود بگه که من پلان دارم فلانی کار کنم، این برنامه را دارم، دوستاش میخندن براش، میگن تو چیره ای را نداری، تو قواره ای را نداری، تو توانایی نداری، یه وضعی که تشویقش کنن گپای منفی منفی را برش میزنن. این بیچاره یکی خودش تردید داره که آماس از دوستای خود پرسان میکنه که آیا ما میتونم این کاره؟ نه دیگه سی که دوستا میگوینش که شما توانایی را نداری، قدتان پخش است یا صدایتان خوبش نیست، این باعث میشه که مو بیچاره از هدف خود دست بکشه و بچه هم مرد مادی بفاییم. بله، یعنی به نظر شما آقای سلیمی بختر موفق شدن ما نیاز به مشوره دیگر رو داریم؟ بله، مشوره خوب است که با دوستان مثبت دقت کنیم، در دوستان خود که دوستای مثبت، اول بالای خود کار کنیم. رشد فردی خیلی رول داره، بالای خود کار کنیم، دید ما مثبت باشه که بتونیم ما مثبت هم نوای خود جذب میکنیم، ما بتونیم دوستای مثبتی پیدا کنیم. و یک چیز دیگر که بخوایم میخوایم اشاره کنیم این است که برای موفق شدن نیاز است که یک تعداد دوستای خود ما باید هست. بله دقیقاً، چون شاید هم خیلی از دوستای ما باشه که نمیتونن ببینن ما موفق شویم، یا همسر مشوره های غلط برام میده، یا هم ما رو سوق میده به طرف تمام افکارات منفی و راههای منفی. پس چه خوب یک موضوع رو اشاره کردین آقای سلیمی که خوب هست. اگر میخوایم موفق شویم باید این را بپذیریم که چالش های زیاد روبرو میشیم. یکی از اون چالش ها همیشه گفت که خیلی از دوستای ما رو شاید از دست بدیم، ولی همون دوستایی که همراه ما میباشه، اونایی که ما رو کمک میکنه به خاطر رسیدن ما موفقیت، بدون شک همواره همراه ما خواهد بودند. و همچنان آقای سلیمی از این هم یادآور شوین چقدر مثبت اندیشی بالای موفق شدن ما تاثیر گذار است. خیلی رول داره مثبت اندیشی. وقتی ما مثبت به خود افکار مثبت داشته باشیم، میتونیم کارها رو به درستی انجام بدیم. روانشناسان میگن اگر خودت یک بار به خود بگویی که من نمیتونم، و شخص مقابل به خاطر اینکه گپ تو را دفع کنه
دور کنه از تو خونسایش کنه و تو باید از 17 بار بگوید. میتونیم ما برعکس کار کنیم، مثلا ما به خود مثبت بیاندیشیم، بالای خود اعتماد داشته باشیم و نفرای بگذاریم که چو اطرافیان ما به ما بگویند که شما نمیتونید. یک بار که ما 17 بار وا بگویند، یک بار ما که بگویم میتونیم، گپا و خونسا میشه و مثبت اندیشی خیلی رول. یعنی خود ما مهم هستیم در تصمیم گرفتن. خیلی زیاد. تصمیم اراده باید از خود ما داشته باشیم. تصمیم قاطی میگه مشوره کو، یکی از بزرگان میگه با تمام کسایی که دوست داریشون، کسایی که فهمیده هستن، اهل کار هستن، با اون مشوره کو، اما تصمیم آخر خودت بگیر. بله دقیقاً است، چون کسایی که تصمیم میگیرن، اونایی که بالای پایشان ایستاده است، بس بدون شک همیشه وقت موفق میباشن. در رابطه با این هم یادارشین، راه رسیدن به موفقیت چگونه هست؟ خیلی عالی. راه های رسیدن به موفقیت مختلف است که چند راه کلیدی را من اشاره میکنم که دوستای را یاداش بگیرن و از این استفاده کنن. خیلی خوب است، خود ما هم کمک کرده است. راه اولی که ما شما را میتونه به موفقیت برسونه این است که پذیرش داشته باشیم. پذیرش از انوشه روانشناس ایرانی است. پرسیدن که راز موفقیت تو در چی است؟ گفت ما پذیرش دارم. خیلی عالی. پذیرش یعنی ما بپذیریم که همین قسم هستیم، چهره مقبولی نداریم، صدای مقبولی نداریم، خود بپذیریم همین قسم هستیم. ما شما دا آفرینیش خود کاری کردن نمیتونیم. ما باید از خود ما ثابت کنیم ما دایی تصمیم گیری کردن نمیتونیم، یعنی تصمیم نمیتونیم بگیریم ما چهره خود تغییر بدیم، صدای خود تغییر بدیم. خب خداوند همین قسم ما را لایقش دیگه یعنی خود ما را همون چیزی که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم. همون قسم دیگرا را، دیگرا هم تو میتونن کاملا دیگر را حق دارن که به شما نظر بدوین که بگن شما نمیتونی و شما هم حق داره که نادیده بگیری گپاشونه. راه دیگه ای که ما شما را به موفقیت میرساند این است که اعتماد به نفس داشته باشیم، باور به خود داشته باشیم، اعتماد به خود داشته باشیم. تا زمانی که یادتان باشه، تا زمانی که خود ما بالای خود اعتماد نکنیم، هیچ کسی دیگه بالای ما شما اعتماد نمیکند. و راه دیگه ای که ما شما را به موفقیت میرساند این است که هدف داشته باشیم. یادتان باشه انسان بی هدف نمیتونه به جایی بره. این مثل این میبانه که فرض کنیم ما در یک دورایی رسیدیم، اما ما یک مقصد مشخصی نداریم، به ما بی تفاوت است از کدام را ادامه بدیم راه خود. چون بر جایی که برسیم مقصد ما شما نیست. خیر هدف خیلی رول داره، باید از هدف داشته باشیم و هدف ما بزرگ باشه و این را میتونیم باز به هدف کوچک اینی تقسیم کنیم، زمان بندیش کنیم که در چقدر سال مش مخ زین انسان قسم عیار شده است که اگر به یک چیزی زمان نتی او رو هم تو میگذاره، باید زمان تعیین کنی. مثلا من میخوام 3 سال بعد در این مقام باشم، 4 سال بعد میخوام در این مقام باشم، 1 سال بعد میخوام در این باشم. همون هدف کلی تو انتخاب میکنی و ایده تقسیم میکنی به اهداف کوچک که آهسته آهسته به او برسیم. راه دیگه که ما را میرسونه اقدام کنیم. خیلی از دوستا هستن که میپرسن میگن ریاض جان ما هدف داریم اما به اهداف خود نمیرسیم. خب دوست عزیز تو اقدام نکنی، تو هدف داری. مثل این است که ما موتر داریم، موتر ما روشن است، مقصد ما مشخص است که می خواهیم کجا بریم، اما ما حرکت نمی کنیم بریم به طرف به طرف مقصد خود. خیر بهتری است که ما هم حرکت کنیم و به طرف از او بریم. و راه دیگه ای که ما را می تواند به موفقیت برساند این است که تصویر سازی داشته باشیم. این خیلی رول داره، این هم اعتماد به نفس ما را تصویر سازی. وقتی می خواهی دکتر شوی، خود یک بار دمون چپن سفید ببین، تصور کده او خودم. یادتان باشه که نقاش هر چقدر ماهر باشد، هر چقدر توانا باشد، تصویری را که میخواد روی تابلو بیارد تا که اول در ذهن خود نبیارد نمیتونه روی تابلو بیارد. خیر همین قسم در زندگی ما شما هم هست. بله، یعنی فکر کردن واقعا راهی خوب برای موفق شدن هست. وقت پیش از اینکه گام برداریم فکر بکنیم میتونیم ما موفق شویم. بله، ما می تصور به خود داشته باشیم، خود به خود پیش روی آینه استاچ و بوک من انسان موفقی هستم، من انسان تاثیرگذار هستم. این جملات اولین کاری که ما باید از بکنیم این است که تا که با خودت نتونی ارتباط برقرار کنی با دیگرا هیچ وقت نمیتونی. تا که خودت تو خودت باور نکنی دیگرا تو را باور نمیکنن. خیلی بهتره میاست، راه ساده شه میاست که یک آینه قدنما باشه و روبروی هر صبح استاد شویم و بگوییم که ما توانا هستیم، ما جذابیت در کلام داریم، ما تاثیرگذار هستیم. این مثلا من کسی که دوست داره دکتر شم، من دکتر موفقی هستم، بگویم فعلا که هستم. این ذهن ما مورا باور میکنه، به ناخودآگاه ما میره و ناخودآگاه خودش غیر مستقیم بالاش کار کرده میره. ما شما برسیم. و خوب هست در رابطه به برنامه های خودتان هم یادآور شوین. خیلی خوب، ما هم یک کارگاه داریم به نام Just Proof Yourself که به همکاری کتابخانه امین این برگزار میشه. هفته بار ما سمینار داریم، سمینار انگیزشی به شکل رایگان، دوستا میان اشتراک میکنن و همراه کورس ها هم گپ زدیم که در بعضی کورس ها میریم این به مو شاگردایی که کورس دارن با و در بخش های مختلف مثلا خودشناسی، خودباوری، موفقیت، عزت نفس، اعتماد به نفس، جرأت، این چیزا
سیمینار را هم میکنیم و همچنان ما عمل تصمیم داریم دوستایی که ما را میبینن از پروان، پنجشیر، کاپیسا هستن، خوب است که خوشخبری به وام بدیم که دمی سال آینده بخیر انشاءالله که در طرف پروان هم در پانتون پروان هم یک سیمینار داشته میباشیم، پنجشیر هم همچنان و کاپیسا. بله عالی است. و سیمینارهایی که همیشه برگزار میکنین چقدر کسایی که اشتراک میکنن راضی هستن؟ ها بسیار خوب. سیمینارهای ما انگیزشی است. انگیزشی خیلی رول داره. ما که میبینیم از نظر ما نیاز هر فرد ای است که انگیزه داشته باشن. وقتی دارن این نیست که انسان هیچ انسانی پیدا نمیشه که انگیزه داره حد نداشته باشد. حتی انسانی که خودکشی هم میکنه، خودکشی هم که میکنه انگیزه خودکشی کردن داره، یعنی انگیزه از در وجود ما. اما هیچ چی بهتر است که ما به طرف اهدافی که داریم انگیزه خود طرف ساق بتیم و ما را کمک کنه. و هر انسان نیاز دارد به انگیزه. مثلا یکی در اول کارش رو میکند، انگیزه خوب قوی دارد، اما یک قسمتی که پیش میره ناامید میشه، که پیدا میشه میگه تو نمیتونی، یا یک کمی در مشکلات با مشکلات برخورد میکنه، اینی منصرف میشه. این باعث این به ای دلیل است که انگیزه خود از دست داده و نیاز به این قسم که می دوستا گیمایی که میزنن نیاز به آپدیت دارن، این قسم انسان هم نیاز به آپدیت داره، باید از در جلسات اشتراک کنن. مهم نیست که در کارگاه ما بیان، در کارگاهی که میرن برن اشتراک کنن، کارگاه انگیزشی باشن و خیلی موثر واقع میشه. بله به نظر شما انگیزه ایجاد کردن چقدر رول داره بالایی که یک فرد موفق شه؟ انگیزه خیلی رول داره. گفتم انگیزه را که بخوایم یک تعریف از انگیزه داشته باشیم. بله انگیزه نیروی است که شما را به یک جهت سوق میده، یک جهت معین. خب انگیزه اگر نداشته باشیم خب ما کار کردن نمیتونم، توانایی کار داشتن نمیباشم. یکی از دوستان مثلا پرسید ریال جون گفت ما درس میخونم، خب شوق دارم که درس بخونم، اما در کورس میخونم، وقتی خانه میرم کتاب باز میکنم خو میبرم کتاب. خب ما براش گفتم یکی از دانشمندان میگه وقتی تو کتاب میگیری باز میکنی تو را خواب میبره، ای است که تو هدف نداری، تو انگیزه نداری به اون کار. خب گفتم تو فوتبال میباشه، خب علاقه من فوتبال هم بود. گفتم فوتبال اگه دوزاری یک وجه شوق میباشه، فوتبال چطور تو یک وجه خوب بیدار میباشی، راحت میری فوتبال تا دو سه وجه شوق میبینی. بله. خب و او شوق دارم. گفتم همین قسم وقتی ما شما هدف خوده و دوز داشته باشیم، جسمان روحان بخوایمش و انگیزه داشته باشیم به او کار، حتما به او میرسیم. شدنی است، هیچ چیز ناممکن نیست. بله بدون شک. از اینقدر برنامه‌ای که شما یادآور شدین در رابطه با تمام صحبت‌های انگیزشی بود، از کدامش بیشتر راضی هستین که همواره به مردم یادآور کنین و تاکید بکنین بالای مردم؟ من خیلی که بسی را که خودم زیاد دوز دارم که اینی همیشه در جلسات مختلف و در جای مختلف برگزار میکنم، روی خود باوری زیاد صحبت میکنم و دوستم دارم که هر بار صحبت کنم. چون جامعه ما شما متاسفانه اگر بگویم خانواده های ما شما اینی وقتی که ما خرد میباشیم عزت نفس ما را میکشن. عزت نفسی است که ما خود دوست داشته باشیم. بله. ایره میکشن، چه قسم میکشن، یا ضعیفش میکنن. میشه بگویم نفر روان میکنه، او خود طفل است نمیفهمه، روانش میکنه نانبایی برو ده دانه نان بیار، او میره فراموش میکنه که ده تا نان بیاره، نو تا میاره. او گنگ هستی تو دیوانه هستی، یا تو نان ده تا نان آورده نمیتونی. این باعث میشه که بچه که خود احساس کنه که من ناتوان است، اعتماد به نفسش پایان شه و عزت نفسش پایان شه، احساس کنه که من شخص بی ارزشی هستم در این خانواده. و اینمی کار باعث میشه که ما شما فردا نتونیم به اهداف خود برسیم، نتونیم جرأت کنیم در مقابل یک جمع بزرگی صحبت کنیم. اینی کلش دلایلی است. اگر پیام داشته باشین میتونین بگین. خیریه کمره ممیز یا بله میتونین. پیام اخیر به دوستایی است که اگر میخواهید که موفق شوید، نون از زندگیتون حذف کنین، نمیتونم نمیشه. و دیگر راهی که شما را خوب قوی میکنه با موفقیت برسیم است که پشت کار داشته باشید. این نیاز نیست که یک روز زیاد کار کنید، نیاز نیست که یک هفته خوب کار کنید، اما کم کم هر روز کار کنید، انشاءالله میرسید. بله تشکر از شما آقای ریاض، سلامت صحبت های خیلی شیرین همچنان از شما داشتیم. یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم.